خیلی خلاصه نایاک سازمانی مرموزه که 20 سال پیش به کمک جواد ظریف برای لابیگری جمهوری نکبت اسلامی توی آمریکا توسط دو برادر یعنی تریتا و روزبه پارسی تأسیس شد و در حال حاضر توسط جمال ابدی اداره میشه یکی از اهداف اصلی نایاک در ماجرای اعتراضات اخیر پوشیدن لباس همراهی و دزدیدن تریبون مردم در مقابل مخاطب غربی و تقلیل خواسته های اونها به مسائلی است که درون نظام قابل حل و نیازی به براندازی ندارند. نایاک در تمام این سالها در نقش یک دلال و واسطه میان آمریکا و جمهوری کسیف اسلامی فعالیت کرده و ارتباطات بسیاری از طریق روزبه پارسی با نهادهای امنیتی در ایران دارد. نایاک تمام تلاشش مخاطب غربی رو تحمیق نماید. نایاک سالها تلاش کرد تا هجاب را بخش از فرهنگ مردم ایران جلوه دهد و هر گونه فشار پلیسی را کتمان کند اما امروز که مردم مشغول شعار بر علیه کلیت نظام جمهوری کثیف اسلامیاند به غربی ها میگویند که اعتراضات برای هجاب است چون هدف نهایی نایاک حفظ رژیم کثیف آخوندی است از آن طرف جواد ظریف مالکش اعظم میگوید تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی گفتگوست و نه موعظه محمد جواد ظریف در یک رشته توییت نوشت که گفتگو به جای موعظه تنها راه برون رفت از وضع فعلی است تعرض و حمله به جواد ظریف در توییتر هم شدت یافت ظریف در بخشی از توییت های خود به زبان انگلیسی به اشتراک گذاشت و نوشت اعتدال افراد گرایان را عصبانی می کند. زمانی که برجام در سال 2015 متولد شد این خشم را شکست دادیم در حالی که حملات تهدیدآمیز افراط داخلی همچنان ادامه دارد. اکنون من خانوادم نیز کانون دروغ های بدخواهانه خارج از کشور شده ایم. حتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند چه خبر شده بین خودی های نظام که دیگر به هم دیگر هم رحم نمی کنند؟